سلام، من میسیز ریپورترم و اینجا کانال مستر ریپورتره. امروز میخوایم از سپندار مزگان بهتون بگیم، یکی از جشنهای ایران باستان. پیشنهاد میکنم این برنامه رو تا پایان دنبال کنید. بیش از هر چیز ممنون از این که امروز هم ما رو انتخاب کردین و وقتتون رو به ما اختصاص دادین، و باز هم ممنون از این که با لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون از ما حمایت میکنید. یادآوری میکنم اگر از برنامه ما خوشتون اومد، با فشردن اون زنگوله میتونید روزهای بعدی هم ما رو همراهی کنید. سپندار مزگان یکی از جشن‌های ایران باستانه که هر سال در روز سپندار مز از ماه اسفند برگزار میشه و به روز بزرگداشت زن و زمین مشهوره. هر یک از ملت‌ها در تمدن خودشون روزهایی دارن که ارزش زیادی برای اونها قائل میشن. در تمدن ایران باستان هم از سپندار مزگان به عنوان یکی از آیین‌های سنتی یاد میشه که از دیرباز در کشور ما برگزار میشده. اما متاسفانه این سنت دیرینه و اصیل در سالهای اخیر جای خودش رو به سنت فرنگی ولنتاین داده. بریم ببینیم سپندار مزگان چی هست. سپندار مزگان که به نامهایی همچون سپندگان یا اسفندگان هم از اون یاد میکنن، جشنی هست که ایرانیان باستان اون رو برگزار میکردن. جالبه بدونید که ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه روز پنجم اسفند ماه رو روز سپندار مزگان میدونه. او در کتاب خودش عنوان میکنه که مردم ایران باستان سپندار مزگان رو روز زن و زمین میدونستن و یکی از جشنهای مهم ایران باستان محسوب میشده. حالا بریم ببینیم تاریخچه اون چیه؟ در ایران باستان 20 قرن پیش از تولد مسیح، قوم آریایی ها روزی رو به عنوان روز عشق یا سپندار مزگان نامیدند. این روز در تقویم قدیم ایران پنجم اسفند جشن گرفته می شد. اما در تقویم جدید از اونجایی که 6 روز اول سال 31 روز در نظر گرفته می شه، این جشن در 29 بهمن ماه برگزار می شه. حالا بریم ببینیم داستان سپندار مزگان چی هست؟ در کلمه سپندار مزگان، سپندار مز نماد عشق و پسفندگان به معنی جشن هست. سپندار مز لقب ملی ایران محسوب میشه. روزی که در اون زمین با فروتنی و قداستی که داره، افرادو در دامن پر محبتش پرورش میده. سپندار مز همچنین نماد گرامی داشته عشق محسوب میشه. در این روز زنان به همسرانشون هدیه می دادن. همسرانشون هم برای جبران این محبت اونها رو روی تخت شاهی می نشوندن و علاوه بر دادن هدیه از اونها پیروی می کردن. از این روز پندار مزگان روز گرامی داشت زنان ایران باستان محسوب می شد. در باور ایرانیان مردان دارای قدرت تفکر و خرد ورزی هستند. و زنان نیز در مقابل عشق و محبت زیادی به همسرانشون نشون میدن. بنابراین مرد و زن برای رشد و سعادتشون باید زندگی رو با کمک همدیگه پیش ببرن. این جشن مراسم مهیجی هم داشت که یکی از مراسم اون مردگیران بود. در این مراسم زنان از همسران خودشون به خاطر زحماتی که برای اونها کشیدن هدیه های مختلفی دریافت میکردن. در این مراسم همچنین دخترهای مجرد و دم بخت رو به ازدواج ترغیب می‌کردند. مردم ایران باستان در این جشن برای مقام و جایگاه زن و خانواده ارزش زیادی قائل می‌شدند که در گذر تاریخ ماهیت این نوع جشن‌ها تغییر کرد و کم کم فراموش شد. متاسفانه در سالهای اخیر شاهد اون بودیم که افراد این روز گرامی رو که ریشه در تاریخ و فرهنگمون داره فراموش کردند. و هر سال به برگزاری ولنتاین اهمیت بیشتری میدن.
این در حالیه که سپندار مزگان هم قدمت بیشتری نسبت به ولنتاین داره و هم به فرهنگ ایرانی ما نزدیکتره. سپندار مز یعنی گستراننده، مقدس و فروتن. روزی که زمین نماد عشق است. چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می‌ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می‌بیند. و همه را چون مادری در دامن خودش پرورش میده. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسپندار مزگان را به عنوان نماد مهر مادری و باروری هم میپنداشتند. در هر ماه یک بار نام روز و ماه یکی میشده که در همون روز که نامش با نام ماه مقارن میشد جشنی ترتیب میدادن متناسب با نام اون روز و ماه. مثلا 16 روز هر ماه مهر نام داشت و در ماه مهر مهرگان لقب می گرفت و در واقع هر جشنی با معنی و مفهوم عمیق خودش مردم رو شاد می کرد. البته این جشن با نفوذ بیشتر مذهب تغییر پیدا کرد و جشن زنان شوهردار شد و این دست زنان در اون روز از شوهران خودشون به پاس یک سال پارسایی و خانه‌داری و شوهر دوستی هدیه می گرفتن تا اینکه همین هم رفته رفته فراموش شد. روز این جشن 5 اسفنده. شاید براتون جالب باشه اگه بدونید واژه فارسی اسفند در زبان فارسی امروز از واژه پهلوی سپندارمت و در زبان اوستایی سپنتا آرمائیتی گرفته شده. سپندارمزگان روز دلدادگی ایرانیان، روز مهرورزی، روز شادمانی زمین معرفی شده. در واقع درگاه شماری ایرانی این روز رو روز امشاسپند اسپندارمز نامیدن که به معنای بردباری پاک هست و این روز بزرگداشت زن و زمین دانسته شده. زمین در باور ایران باستان زر هست چون زن و زمین هر دو نماد باروری و زایش و بخشندگی هستند و زندگی با اونها آغاز میشه. ممنون از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً برای اینکه روزهای بعدی هم ما رو همراهی کنید، اون زنگوله رو فشار بدین. همینطور که تا پایان برنامه ما رو همراهی میکنید، لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون هم فراموش نشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.